رهبری 19971 71 امروز دشمن جبهه وسیع را با استفاده از ابزارهای مؤثر خطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده است تا جمهوری اسلامی را هدف یک یورش همه جانبه فرهنگی قرار دهد. 1371 مقابله با این تهاجم بسیار خطرناک و ویرانگر چیه؟ مستلزم هوشیاری و استفاده از ابزار و روش‌های مشابه خود دشمن یا شیوه‌های جایگزین است. شبکه‌های ماهواره‌ایشون نباید پاسخ داشته باشه. 160 شبکه فارسیشون نباید یه پاسخی شبکه عبری داشته باشه. ایجاد اتاق‌های فکر، دستشویی رو نمیگم برید اونجا بشینید فکر کنید. رهبری اسم گذاشته رو مجمع‌های اندیشه ورز، چون اتاق فکر این حسو به وجود میاره که مثلا یک نفره تو یک جای دربسته داره. نه، مردم بیاد ازشون کار کنه. ببین عزیز من، سال 2008 5550 تا اتاق فکر تو دنیا بوده که میگن 4500 تا 5000 تاش مال آمریکا بوده فقط. بعد انتظار داره ابرقدرت نباشه، میگه من با ایران باید برخورد کنم. از کی بپرسید؟ هر چی رئیس جمهورمون گفت عشق است. نه، میگه برید فکر کنید، ایران شناسا برن کار کنن. ما هیچ، دولت به دولت عوض میشه، پژوهشگاهمون کلا میره. نگاه تو مملکت ما پژوهشگاه اینه که فعلا یکی بفرست پارکینگ، من فعلا میخوام یه جه بذاریش که مثلا کاری به کاری نداشته باشه، جایی هم نداره، بالاخره طرف برای خودش جایگاه داره، بفرستش پژوهشگاه. رئیس جمهورشون بازنشست میشن، سریع براشون تکریمشون میکنن، میگن تو کلی تجربه کسب کردی به اسم دولت ما، بیا برو این پژوهشگاه مال تو. کارتر پژوهشگاه آفریقا رو داره که بارها گفتم اندازه مساحتش بزرگتر از کل مجموعه ورزشگاه آزادیه. و با گوگل ارث رفت نگاه کرد، روزی 60 تا جلسه بسیار مهم توش انجام میشه. جلسه که چی؟ نیجریه رو بوکوهارامو چجوری به وجود بیاریم، چجوری سودان رو تجزیه کنیم، اینطوری. بعد اینجا تو مملکت ما رئیس جمهوری میره باید شیشتونگ باشه، خدا کنه چجوری میخواد مملکت گاز بگیره. بعد چیکار میکنه؟ فارغ التحصیل دانشگاهش نمیره دست فروشی کنه، فارغ التحصیل دانشگاهش میره پیش همون رئیس جمهوره، میگه بیا تئوری یاد گرفتی، بیا تجربه بدیاد بدم. اصل ماجرا اینجاست، به فوت کوزه‌گری. بعد شما میبینید مثلا توی همین مذاکرات یه دختر بچه یه دختر خانمی هم بود بازیش میدادن، برای چی؟ بیاد یاد بگیره. 10 سال دیگه این لازم یه جا باید بره مذاکره کنه. بعد اینجا شما مثلا میبینی چه اصرار عزیزان ما دارن برای خدمت. بعد خدمت تو کجا؟ نه یک جایی بری بشینی نظارت داشته باشی، نه، خوبه ببینن تجربت برعکس بیشتره، خدمت و کارهای اجرایی. 65 68 70 اینو بابا تو الان 90 باید بری بشینی با هم دیگه بازی کنین، از خاطرات جوونیات براش بگی، یه قلقل بازی کنی بل. بعد جوونا دارن چیکار میکنن؟ هیچ، اینو قاز میچرونن، اینا میرن با نوایو بازی میکنن. بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجه بوده. خب حالا یکی عزیزو بگیرد شاید دست رفت. آره، بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجه بوده، 1000 نفر عضو دائم داشته. هی پی دی اف میده بیرون برای ایران، بعد اونایی که میذاره توی اینترنت ما میریم یا خدا، ببین اونایی که نمیذاره تو اینترنت چیه، مثل کوه یخی که نوکش زده بیرون، شما اینو میبینی اما بدنه اصلی زیر آبه. اینجا تو مملکت ما میگم دولت رو عوض میشن، اتاق فکر رو عوض میشه، چون میگن هم فکر ما نیستی، بودجه نداره، خدافظ.